با سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان رادیوی ایراوا در هر کجای جهان که هستید و این صدا رو میشنوید. امروز یک شنبه هست، 26 اسفند 97 برابر با 17 مارس 2019 و برنامه امروز که ویژه برنامه نوروزی رادیو ایراواست رو تقدیم حضورتون میکنم. گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری، دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید، میخواهد آن را که نداری. بول بول چمن آرا شد، بری
جشن گل آموز نوبر باشد. نوروز آمد، نوروز آمد، هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد، پیروز آمد، جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمد. جهان زیبا شد بل بل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آمد دل و برپا شد. جهان زیبا شد بل بل چمن آرا شد. سال 1397 داره با سرعت به پایان خودش میرسه. سال 97 تحولات مهمی رو برای ما ایرانیان رقم زد و ما رو یک قدم به آزادی میهن اسیرمون نزدیکتر کرده. به یمن فریادها و اعتراضات هموطنانمون در داخل کشور که از دی ماه 96 شروع شد و فعالیت هواداران مقاومت ایران یا همون کانونهای شورشی، جهان در سال 97 به این نتیجه رسید که رژیم ایران دشمن بشریت هست و جهان رو به مخاطره میندازه. امید که سال 98 با قدوم مبارکش بر خاک ایران ریش و ریشه آخوندها را جارو کنه و مردم ما و منطقه و جهان رو به آسایش، امنیت و آرامشی که سزاوارش هستن برسونه. سال 1398 امسال روز چهارشنبه 29 اسفند برابر با 20 مارس ساعت 5:58:27 بعد از ظهر در اتاوا تحویل خواهد شد. قبل از اینکه سال نو تحویل بشه و روز نو و ساعت نو از راه برسه، ما جشنی داریم به نام چهارشنبه سوری که علامه دهخدا به نقل از استاد سعید نفیسی در این باره میگه: این جشن‌های ملی از قدیمی‌ترین زمان‌های تاریخ در میان ایرانیان بوده است. شب چهارشنبه سوری در ایران آیین خاص و تشریفات گوناگون دارد که هر یک از آنها را در ناحیه دیگر میتوان یافت. آیین چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخر سال بر دو قسمت است. یک قسمت از آن عمومی و مشترک میان تمام مردم ایران است که حتی بعضی از آنها را در ملل دیگر نژاد آریا میتوان یافت، و قسمت دیگر آیین خصوصی است که مردم تهران بدعت گذاشتند و از اینجا کم و بیش به شهرهای دیگر ایران رفته است. آن قسمت از آیین این شب که در تمام ایران معمول است، از کرمان گرفته تا آذربایجان، از خراسان تا خوزستان و از گیلان تا فارس، یعنی تمام این دشت وسیعی که ایران امروز را فراهم ساخته و زیباترین بقایای ایران باستانی است، در هر چهارشنبه آخر سال با شور و دلبستگی خاصی آشکار می شود. تمام مردم آذربایجان چه در شهر و چه در دهات در آن شرکت دارند و حتی هنوز در میان مردم قفقاز معمول است. ایرانیانی که از دیار خود دور افتادن نیز آن را فراموش نمی کنند و ایرانیان مقیم ترکیه، مصر و هندوستان نیز در جامعه خود این رسوم و آداب را معمول می دارند. زیباترین و شاید قدیمی ترین آداب چهارشنبه سوری آتش افروختن و جستن از آن و شادی کردن در کنار آتش است. اینک تقریبا در تمام ایران شب چهارشنبه سوری توده هایی از بوته خودروی بیابانی فراهم می آورند و نزدیک یکدیگر قرار می دهند. زن و مرد و پیر و جوان در صحن خانه یا در میدانهای عمومی و بر سر چهارسوها و چهارراهای شهر و ده از روی این اخگرهای افروخته یکی پس از دیگری جستن می کنند و در هر جستنی می گویند زردی من از تو، سرخی تو از من. یعنی زردی بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را که در خود داری به من ببخش. چهارشنبه سوری همچنین از جمله همراه است با فالگوش، گره‌گشایی، دفع چشم زخم و بخت‌گشایی. در شهرهای مختلف ایران همونطور که می‌دونید آیین‌های چهارشنبه سوری تفاوت‌هایی دارند، اما بچه مشترک همه اونها آتش افروزی و با هم بودن و گرمایی است که از آتش ساطع میشه و همین دلیل اصلی دشمنی آخوندها با این آیین ملی است. Sí, 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 sí
شب چهارشنبه سوریست میپرن از روی علو، عمه خانم ز عقب کال، قضی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده بود و دو میزنه، دهنه ها با دل پر بر خاله رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه به دهن، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو سرخی تو بود ز من. مشت سنجست میزنی دور حیات رو آتیشو، پشت او خند زنو اهل و عیال و قوم و خیشو، تو حیات فنقلی از این همه برو بیا، خوب تماشا بکنی که محشری گشته بپا، آن سیبیلات نسوزه روی علو مشتی حسن، زردی روی منز تو سرخی تو بود ز من، زردی روی منز تو سرخی تو بود ز من، بوی باران بوی سبزه بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی پوشی به کام، باده رنگین نمی بینی به جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست، ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. فریدون مشیری. از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن، به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن، برای دیدن یار همه مهیا میشن، چشم به راه باشید، کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره، چه رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره، شور میزنه دمدمای اومدنه، اومدنه اون که با شادی قصه رو خط میزنه، بهار ما میگن همین امروز و فردا میرسه، نقره میپاشه آسمون چشم ستاره روشنه، چشم به راه باشید، کوچه ها رو آب بپاشید، نگو که این زمستون همیشه موندگاره،
قصه ها بود، کتاب زندگی رو دوباره می نویسه، ابر غم و پس می رونه از اون چشا که حسه. چشم به راه باشی، کوچه ها رو آب بپاشی، نگو که این زمستون همیشه مونده گاره، میاد همون که حرفاش نوید نوبهاره. هیچ میدونستید تنها آدم ها نیستن که در بهار برای هم کارت تبریک میفرستن؟ اولین تبریک رو صحرا برای شهر میفرسته که اسمش پرستوست. این کارت تبریک به هوای همه شهرها و خونه ها سر میزنه و میگه بهار آمد. یک تبریک رو هم زمین میفرسته، اسمش بنفشه است. یک ماه قبل از رسیدن عید، وقتی که هنوز برف هم توی باغچه ها هست، بنفشه میگه زمستان رفتنی است. سومین کارت تبریک دانه های ریزی است که ابر میفرسته. توی هر دانه باران یک پیام شکفتن هست. برای همینه که آدما دوست دارن برن زیر بارون بهاری بیستند و حافظ هم میگه تن مپوشانید از باد بهار و سهراب سپهری میگه زیر باران باید رفت. کارت تبریکی هم هست که هم صدا داره هم نور، تب میزنه، همه شهرها رو خبر میکنه، صدای کلوفتی هم داره، اسمش آذرخشه. میگه تاریکی ها رو در یک لحظه سپید میتوان کرد. پس شما هم روی یک کارت تبریک بنویسید روز آزادی، نوروز بزرگ ایران، با بلندترین صداها که همون فریاد شادی تمام مردم ایران هست و با درخشانترین نورها که همون برق چشمهای شاد مردم ایران هست فراخواهد رسید. به امید اون روز، پیشاپیش عید نوروز مبارک باد. مطلبی که براتون اجرا کردم از سایت مجاهدین خلق بود. زمین شکافت از سرود باران، سرود باران خوشسته باد، نبرد یاران دهد بشارت زنو بهاران، نبرد یاران خوشسته باد، خوشسته بادا، خوشسته بادا، خوشسته باد، بهار ایران خوشسته باد، خوشسته بادا، خوشسته بادا، خوشسته باد، بهار ایران خوشسته باد. که پنجره وا کنی غمی رو ببین بهاران، بهار یاران خجسته باد، بهار یاران خجسته باد، خجسته بادا، خجسته بادا، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته بادا، خجسته بادا، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد. خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، خجسته باد، بهار ایران خجسته باد. شکافت از سرود باران، سرود باران خجسته باد، نبرد یاران دهد بشارت زنو بهاران، نبرد یاران خجسته باد، 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 خجسته با
خجسته با ما خجسته با بهار ایران خجسته با خجسته با خجسته با خجسته با بهار ایران خجسته با خجسته با خجسته با خجسته با بهار ایران خجسته با خجسته با خجسته با خجسته با بهار ایران خجسته با در کشورهایی مثل ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده میشه، نوروز روز آغاز سال نو هست و هممون این رو میدونیم. اما تو کشورهای آسیای میانه و قفقاز تقویم میلادی متداول هست و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته میشه و روز آغاز سال محسوب نمیشه. منشأ و زمان پیدایش نوروز خب به درستی معلوم نیست، ولی برخی از روایت‌های تاریخی آغاز نوروز رو به بابلیان نسبت میدن و برخی روایت دیگه رواج نوروز در ایران رو به 538 سال قبل از میلاد مسیح یعنی زمان حمله کوروش به بابل میدونن. همچنین در برخی از روایت‌ها از زرتشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده. کوروش دوم بنیانگذار هخامنشیان نوروز رو در سال 538 قبل از میلاد جشن ملی اعلام کرد. اون در این روز برنامه هایی برای ترفیه سربازان، پاکسازی مکان های همگانی و خونه های شخصی و بخشش محکومان اجرا می کرد. این آیین ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی نیز برگزار می شده. در زمان داریوش یکم مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شد. البته در سنگ‌نوشته‌های به جا مانده از دوران هخامنشیان به طور مستقیم اشاره‌ای به برگزاری نوروز نشده، ولی بررسی‌ها بر روی این سنگ‌نوشته‌ها نشون می‌ده که مردم در دوران هخامنشیان با جشن‌های نوروز آشنا بودند و هخامنشیان نوروز رو با شکوه و بزرگی جشن می‌گرفتند. شواهد همچنین نشون می‌ده داریوش اول هخامنشی به مناسبت نوروز در سال 416 قبل از میلاد سکه از جنس طلا ضرب کرد که در یک طرفش سربازی در حال تیراندازی نشون داده شده بود. در دوران هخامنشی جشن نوروز در بازه زمانی 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شده.
ای خوشا دل شدگان گل به گلستان آید، خوشنوا بلبل بیتاب به بستان آید. هودج سبز چمن پر شود از لاله سرخ، بر سر سوسن و گل مرغ خوشالهان آید. شاپرک بوسه زند بر لب بابونه ناز، صف به صف سنبل خوش عطر به دامان آید. نسترن خیمه زند بر دل سرسبز چمن، بر سر دشت آتش نم نم باران آید. رودها پر شود از سمفونی دلکش آب، بر سر کوه و دمن لاله فراوان آید. رقص گل ساز صبا، قهقهه چشمه نوش، جشن عشق است که بر صحنه بهاران آید. یاسمن قد کشد از سینه پهناور دشت، نغمه از حنجره مرغ غزلخوان آید. همراه سوسن گل بلبل شیدای چمن، خوشنوا هل هل کن باز به بستان آید. نقد جان را به کف آرید و به بازار آیید، مژده قاصدک این است که جانان آید. بت فرعون زمان را همه آتش بزنید، که از فراسوی زمان موسی عمران آید. با تو ای موسی من، ای گل امید وطن، ظلم فرعونی آثار به پایان آید. لب تیغ تو زند بوسه به پیشانی شب، تا که عرابه خورشید فروزان آید. لب شمشیر تو بوسد رخ هر ابر سیاه، بر سر خرمن گل ابر چه گریان آید. غزل نو بگو عدلی که به فردای وطن، گل آزادی ما باز خوشالوان آید. میر اسماعیل جباری نژاد، میم عدلی. سبز کردن واسه حبس این صفر چیدن، خوش به زنگ عید تازه صدای تو پشه میدن، رقص ماهی های گرمن کنار صفره حبسین، خط عیدتون مبارک روی تخفه مرد رنگین، شاد و خندون چه میرقصه چه باج پیروز، اسکناس تا نخورده میده عیدی امون و روز. همه جا زده جوونه، شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی فیروز، اسکناس تا نخورده میده عیدی امون و روز. سبز کردن واسه حبس این صفر
چیدم گوش به زنگ عید تازه صدای تو شنیدم رقص ماهی های قرمز کنار سفره تقسیم خط عید تو مبارک روی تو مرد رنگی شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی پیرود اسکناس تا نخورده میده عیدی امونو همه جا زده جوونه شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی پیروز اسکناس تا نخورده میده عیدی امون نوروز میده عیدی امون نوروز شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی پیروز اسکناس تا نخورده حتما میدونید که مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان در نیویورک 21 ماه مارس رو به عنوان روز جهانی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت و اون رو در تقویم خودش جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال داره و امروز بیش از 300 میلیون نفر اون رو جشن میگیرن توصیف شده. پیش از اون در تاریخ 8 مهر 1388 نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان میراث معنوی به ثبت جهانی رسیده بود. در تاریخ 3 مارس 2009 برابر با 10 فروردین سال 88 هم پارلمان فدرال کانادا اولین روز بهار هر سال رو به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگه به نام نوروز دی نامگذاری کرد. جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه اون سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، در آسیای میانه، چین غربی، ترکستان چین، سودان، زنگبار، در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا استراخان و همینطور آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال و تبت رو شامل میشه. کردها همین جشن رو در فاصله بین 18 تا 21 مارس جشن میگیرن. در هنگام نوروز کردها با گردهمایی در بیرون شهرها به استقبال بهار میرن. در این گردهمایی های نوروزی زنان کرد لباس های رنگین میپوشن و شال های پرزرق و برقشون رو بر سر میگذارن. مردان جوان کرد هم پرچم های سبز و زرد و سرخ رو برافراشته میکنن و با رقص و پایکوبی گرد آتش نوروز رو پاس داشته و زنده نگاه میدارن. Darhat gülün ve bun sergelan ağır hal bun Darhat gülün ve bun sergelan ağır hal bun Hazar car ve khair bi Nevruz cejna azali virus Hazar car ve khair bi Nevruz cejna azali virus Gelime virus
این مم از تو کلبون یه واخان کنی در بون دل این مم از تو کلبون یه به ناگل این تن و روز دل غبو خملا مگربو یه به ناگل این تن و روز دل غبو خملا مگربو وقتی که اولین شکوفه بروید بر شاخه های یاس، وقتی که اولین پرنده بخواند بر شانه های کاج، وقتی که بوی پونه بپیچد در دست های باد، وقتی که اولین گل نرگس محو نگاه نیم خفته خود گردد، در چشم جویبار از کوچه پاک می کنم من تپه های برف را با پاروی بهار و روزهای خالی و خاکستری و شبهای سرد را از یاد می برم و قندیل های یخ را با تیشه های نازک امواج نور خواهم شکست. از یاد می برم هر آنچه گذشت، شیرین و تلخ، زیبا و زشت، روشن و تاریک، و دست هایم را از پرتو تو ای ستاره رنگین دور دست سرشار می کنم و لحظه هایم را از عشق، عشق وحشی و شیرین و تازه رس پربار می کنم. با عطرت ای همیشه پر از بوی یازها، در سینه ام بهار نوی می کنم به پا. از نرگس نگاه نیم خفتد ای آشنای من، پر می کنم زلال دل جویبارها. وقتی که اولین شکوفه بروید بر شاخه های یاس، وقتی که اولین پرنده بخواند بر شانه های کاج. زنده یاد دکتر زری اصفهانی. اگرچه که نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران معاصر همیشه مورد توجه مردم قرار داشته و هر سال برگزار میشه، اما برگزاری جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشورها و توسط برخی از حکومت‌ها برای مدت زمانی ممنوع بوده. مثلا حکومت شوروی برگزاری جشن نوروز رو در برخی از کشورهای آسیای میانه مثل ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان گورباچوف ادامه داشت. با این وجود مردم این مناطق نوروز رو به گونه پنهانی و یا در روستاها جشن می گرفتن. همچنین برخی از مردم این مناطق برای اینکه جلب موافقت مقامات محلی رو به دنبال داشته باشن، نام دیگری بر روی نوروز می گذاشتن. به طور مثال در تاجیکستان مردم با اطلاق جشن لاله یا جشن 8 مارس سعی می کردن که آیین های نوروز رو بدون مخالفت مقامات دولتی به جا بیارن.
در افغانستان در دوران حکومت طالبان برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و این حکومت تنها تقویم هجری قمری را به رسمیت می‌شناخت. تا پیش از سال 2000 میلادی نوروز در ترکیه که توسط کردها برگزار میشه ممنوع و غیرقانونی بود و در اغلب مواقع نوروز با بازداشت کردها توسط نیروهای امنیتی ترکیه همراه بود. در سال 1992 دست کم 70 کرد در درگیری با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. امروز اما دولت ترکیه نوروز رو به عنوان جشن بهار ترکی یا نوروز جشن میگیره. در ایران خودمون هم که مردم با مذاهب و عقاید مختلف به استقبال نوروز میرن و این روز خجسته رو جشن میگیرن، در زمان آخوندها با ترفندهای آخوندی روبرو میشیم تا بلکه مردم رو از شادی کردن و شاد بودن دور کنن. خلاصه آخوندها هر سال با بهانه سعی میکنن مردم رو به طور غیر مستقیم از برپا کردن جشن نوروز منع کنن. اگه یادتون باشه احمد خاتمی یا به قول آقای موشکاف یکی از کاراکترهای برنامه‌های طنز سیمای آزادی خرچنگ نظام چند سال پیش در خطبه های نماز جمعه روز 22 اسفند گفت که عید نوروز مصادف است با زمانی که فاطمه در حال شهادت است. به هر حال همونطوری که گفته شد گریه و زاری بر جشن و شادی در فرهنگ آخوندی میچربه، ولی خب کو گوش شنوا، مردم گوششون به این حرفا دیگه بدهکار نیست و هر طور که بتونن به خصوص در این شرایط فقر و فلاکتی که آخوندها براشون درست کردن نوروز رو جشن میگیرن ولو با یک حب قند.
عید نوروز همونطور که میدونیم یک عید ملی هست و همه ایرانیان اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی، بهایی و حتی بی خداها و کسانی که به مذهبی عقیده‌ای ندارن این روز رو جشن میگیرن. هموطنان بهایی ما هم که از روز 11 اسفند تا نوروز که 19 روز میشه روزه هستن، در روز 20 روزشون رو میشکنن و عید صیام یا نوروز رو برپا میکنن. نوروزتون پیروز. و این بود نوروزانه رادیو ایراوا برای سال 1398. براتون چهارشنبه آتشین و سرخ آرزو دارم و سال نو خورشیدی 98 رو پیشاپیش به همه شما هموطنان و همزبانان گرامی تبریک میگم. هفته آینده در سال جدید در خدمتتون خواهم بود. سال نو مبارک و خجسته باد. Good afternoon, my name is Narges Ghaffari and this is Radio Irawa Nowruz Special on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. Chorshanbe Suri is a fire festival which is celebrated across Iran on the eve of the last Wednesday of the year, before the big day Nowruz or the Persian New Year. Chorshanbe Suri or Festival of Fire is an ancient Iranian celebration which dates back to at least 1700 BCE. To celebrate, people light up bonfires and leap over the fire singing a popular verse, hoping for the deflection of the yellow paleness of last year's ill and inviting the red vitality for the coming year. Zardi man az to, surkhi to az man. The powerful symbolism of Festival of Fire injects a terrifying chill in the leaders of the clerical regime in Iran. Every year, the event, which is coupled with chants of death to dictator, serves as a potent reminder that Iranians are as resolute as ever in their arduous quest for democratic change. On Wednesday, March 20th at 5:58:27 p.m., spring officially will arrive in Arwa. Iranians stay home for the new year. A few minutes before the special time, they sit around their hafsin table, hands in hands, watching the clock, or these days different radio and television channels, counting the seconds. The sounds of explosion fill the air and the family hug and greet the new year, offering each other Persian sweets from their hafsin table, and the little ones get their crisp paper money. The hafsin table is significant in the Iranian culture. It consists of 7 arable items that begin with the letter sin or S in English. Sabze, which can be wheat, barley, mung bean or lentils sprouts growing in a dish, symbolizes rebirth. Samanu, which is sweet pudding made from wheat germ, symbolizes affluence. Senjed or dried oleaster, wild olive fruit, symbolizes love. Seer or garlic symbolizes the medicine and health. Sip or apple symbolizes beauty. Sumac symbolizes the color of sunrise. And serke or vinegar symbolizes old age and patience. Nowruz lasts 13 days, and during this time people visit friends and families. It's very exciting for the little ones as they receive a lot of money during this time. On the 13th day of the new year, families head out to parks and become one with the nature. It is too soon for Arwa, of course, but they spend the entire day outside having fun with their family and friends. Nowruz is a celebration in Iran which includes all religions from Christianity, Judaism, Baha'ism, Islam, and even those who do not believe in any religion or even God. Nowruz is truly a national celebration. Although it's called Persian New Year, it is celebrated in many countries such as Afghanistan, Pakistan, some parts of India, Turkmenistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan and Turkey. Nowruz is called many names in many countries. Some countries call it the spring celebration and others call it Persian New Year. Whatever it's called, it's a happy occasion and I wish you a very, very happy New Year.
And that's it for this last program of Radio Irava in the Iranian calendar year of 1397. I'll be here next week in the brand new year of 1398, right here on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. Till then, happy Nowruz, Nowruz Mubarak. اطلس از اسمان سریگون پریان یارم، اطلس از اسمان.